ایران معمولاً بین 2000 تا 3000 و با توجه به این که حداقل یه میلیون دانشجو توی کشور داره، با من خود این پدیده تب بالای 45 درجه تو بدن یک بیمار، من اگر کلی بخوام بگم سیاسی نشانه های بحران مشکل سانسور که آقای جعفری گفتن، همه فکر میکنن تا به طور قطع مثلا سانسور حل نشه این وجه از مسئله رفع نمیشه. برای خود من درست ننگه که توی نمایشگاه کتابی کلیات عبید زرکانی که بزرگترین تحقیق تاریخ ایران هست یافت نشه. این در مورد مشکل سانسور وجه اقتصادی مسئله که نشانه بحران هست فکر میکنم برای کسی پوشیده باشه. موقعی واقعا کتاب و کتابخانه در کشور گسترش پیدا میکنه که اکثریت عظیم افراد جامعه از سطح رفاه نسبی برخوردار باشن، هم فرصت هم امکان مالی و هم رغبت مطالعه رو داشته باشن. وقتی این عامل فراهم نباشه و اکثریت مردم دوکاره یا سه‌کاره باشن و این دو سه‌کاره تبدیل به یه فضیلتی هم بشه توی جامعه و طرف نهاد اون مسئول، پیداست که هیچ صحبتی از رفع بحران کتاب و مطالعه در کشور و بحران نشر نمیشه. چند مثلا این دیگه جهت بود فرهنگی یه تاعت زیاد برمیگرده به عادت های فرهنگی ما که ما معمولا یه ملت شفایی هستیم و ساعت فراغت خود ما رو اگر داشته باشیم ترجیح میدیم با صحبت شفایی بگذارونیم و این عادت مطالعه باید از آغاز کودکی به نظر من از مهد کودک ها شروع بشه. از طرف دیگه خود قسمت فرهنگی کتاب و کتابخانه کمتر میشه که خود ادبیات معاصر ایران بزرگان از آغاز دوره دبستان توی نظام آموزشی راه پیدا بکنه و برگزیده آثار نویسندگان ایران و جهان در کتاب درسی باشه. از طرف دیگه در رسانه های فراگیر و بزرگ کشور که توی ایران اکثرا هم دولتی یا وابسته به دولت هستن باید سیاست به کل حتماً ادبیات معاصر ایران و جهان میتونن با واقعیت بگن که 90% ایش در هیچ رسانه عمومی کشور جایی نداره. وقتی که در آموزش و پرورش و رسانه‌های کشور ادبیات معاصر ایران و جهان جایی نداشته باشه ما نمیتونیم از انتظار داریم تیراژ کتاب بالا بره. همین چند تا مسئله به نظر من نشون دهنده عمق بحرانیه که ما باهاش درگیریم. سپاس از همه شما دوستداران آفرینش فرهنگی و آزادی، از همه شما نمایندگان رسانه ها که اگر نبود این پوشش خبری، اگر نبود این همه همدردی، از شدت اندوه قادر به گفتن هیچ سخنی نبودن. این شما بودید، همه شما که از نخستین ساعتهای یقین به آغاز تنهایی جعفر، تنهایی من و نازنین را تسلا دادید. پس سپاس و تسلیت. در آخرین گفتگویی که از او چاپ شده است میگوید نویسنده باید بار دو مسئولیت بزرگ را که مایه عظمت کار اوست بر دوش گیرد، خدمتگزاری حقیقت و خدمتگزاری آزادی. نویسنده باید شرف هنر را پاس بدارد و همه عمر محمد جعفر پوینده جامعه شناس مترجم و نویسنده صرف پاس داشتن این شرف شد و مرگش نیست. تنها صداست که میماند. او صدایی بود و معنایی یافت. حاصل خدمتگزاری او به حقیقت و آزادی بیش از 20 کتاب است، بیش از 20 صداست. صدای بالزاک، صدای باختین، صدای گولدمن، صدای لوکاچ، صدای هورکایمر، صداهایی برای دعوت به اندیشیدن، صداهایی برای دعوت به حفظ حرمت انسان. من میدانم او را هرگز نخواهند توانست خفه کنند، زیرا همزمان با مسجل شدن یقینم به آغاز تنهایی آخرین صدای او منتشر شد، ترجمه اعلامیه جهانی حقوق بشر. و آخرین تسلایم این که در یک چیز تنها نیستم. اگر خاطره زنده او فقط برای من میماند و دوستان و نزدیکانش، بزرگترین میراث او برای همه ماست. کتابهایش و زندگی پرتلاشش که زیباترین کتابش بود. بیرقی خون رنگ بر دستان من، بیرقی بی‌نشان و سوزی کور که می‌چرخاندش.
بیرق قلمی است بر دستانش، قلمی خونین با جوهری خونین و هوایی که همچنان ذوب می شود در نوک قلم. بیرقی با یاد دیروز، با نام امروز و دور از فردا. و این آسمان که سرشار است از سکوت و پاسخی نیست و نشانه ای نیست و صدایی نیست. اکنون بحت سکوت را می نگریم که روان است از هنوز، تا دالانهای تاریک، تا ژرفاها، تا شب، تا روز. و در پس لحظه ها بیدقهای بینشان با تپشهای خون. پاهای من با خاک انس می گیرد و ریگستان را رمز می کند. زمین چه بی‌حست است و خاک چه بی‌حست است و پاهای من چه بی‌حست. پلکایش بسته است این ارغوان شکسته که بر خاک است و روحی سرخ که پرواز می کند و پرواز می کند و پرواز. شاخه ارغوان ریشه می بندد، اندیشه جوانه می زند، سکوت ذوب می شود و باران می بارد بر ستون بیرقهای بینشان که صدایش صدای آواز است. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود ز جان شستم از برای آزادی. دو رفیق عزیز نجیب و متفکرمان محمد جعفر پوینده و محمد مختاری در برابر من به خاک خفتند. نگرانی من همه این بود که نکند جدا از هم باشند، نکند پوینده غریب و تنها بماند، زیرا او همیشه غریبانه و گمنام زندگی کرده بود. و این از همه آنچه دل مرا به درد می آورد دردناکتر و حزن انگیزتر است. اما دیگر عزیزان من تنها و غریب نیستند، در کنار همان و دل جهانی بیاد آنها و به پاس دلاوری های آنها میتپد. خصلت های پرارزش و برجستگی اخلاقی پوینده چیزی نیست که اغلب پس از مرگ افراد کشف میشود. او همیشه خوب، شریف و نجیب بود. دشمنان حقیر و بزدل او آنگاه او را می کشتند، هیچگاه با آن مرحله از رشد فکری نرسیده بودند که با این کار ددمنشانه ارزش‌های والای انسانی را خفه می کنند. ارزش‌هایی که محمد جعفر پوینده برای به دست آوردن ذره ذره آنها ستمها کشیده بود. آنچه او در راهش جان باخت مورد کینه و نفرت دشمنانش بوده و هست. او عاشق زندگی و دشمنانش عاشق مرگ و کشتار و نابودی هست. او آزادی اندیشه و بیان را پاس می داشت و دشمنانش ضد آزادی اندیشه و بیانند. او جوان مرد، شریف، روشن اندیش و با شهامت بود و قاتلانش ناجوان مرد، تاریک اندیش و بزدلند. خوف و وحشت آنان از این است که افرادی چون پوینده و مختاری جا در جامعه رشد کنند و با افشاگری ها و تنویر افکار مردم راه بر نادرستی ها، چاپلوسی ها، تبهکاری ها، دزدی ها و سوء استفاده های آنها ببندند. او در راه حق و عدالت و به دست آوردن حقوق پایمال شده انسانها قلم میزد و دشمنان او پایمال کننده حقوق انسانها هستند. او مخالف سانسور اندیشه و بیان بود و تبهکارانی که او را کشتند استبدادگرند.
در شبهایی که برای تهیه پیش نویس کانون نویسندگان با هم بودیم و گاه تا نیمه شب طول می کشید، می دیدم که چگونه تکیده و خسته اما پرتلاش و امیدوار کلمه به کلمه منشور را بررسی می کرد و درباره ریزترین نکته ها نظر می داد. او کم غذا می‌خورد، کم می‌خوابید و گاه چنان پریده رنگ و خسته بود که فکر می‌کردم دارد ضعف می‌کند. در جای کوچک و تنگ و نامناسبی زندگی می‌کرد. اگر توانستید سری به آنجا بزنید تا ببینید که در آن هیاهوی رفت آمد ماشین‌ها و هوای آلوده نوشتن و فکر کردن چقدر مشکل است. یک ماه پیش سقف اتاق اجاره‌ایش فروری و میز کار و کتاب‌هایش را پوشان و او تا سقف درست بشود بیمار شد اما از پای ننشست. اگر هدف آموزش و پرورش ما ساختن انسان‌های درستکار، قانع، پرکار، اندیشمند و شرافتمندی چون جعفر پوینده است، چرا باید او کشته شود و بزرگترین سرمایه‌های ملی ما نابود گردد؟ خفه کردن او برای آدمکشان مزدور کاری ساده بوده است، زیرا بدن عزیز او نازک و شکننده بود. اما درخت تناور اندیشه او بار دانش گرفته بود و با نوشتن 150 مقاله تحقیقی و تعلیف و ترجمه بیش از 20 کتاب تازه داشت ثمر می‌داد که با پسگرایان، مرتجعان و دشمنان شرافت و انسانیت نابودش کردند. او نه اولین قربانی است و نه آخرین خواهد بود. تاریخ مبارزات ملت ما فرزندان برومند بسیاری را از دست داده است، اما جان و اندیشه آنان زنده است. سرانجام چاقوی تبهکاران از خون ما زنگار خواهد بست و تنابهای دارشان خواهد پوسید و دستهای لرزان و آلودهشان خسته خواهد شد، اما اندیشه های تابناک رفقای ما همه جا ریشه خواهد دوانید. پیش نویس کانون نویسندگان ایران به زودی در نشریه ها منتشر خواهد شد و هم میهنان ما با خواندن آن این پرسش را مطرح می کنند که نویسندگان مبارز و رفقای شریف ما را چرا کشتند و چرا می خواهند بکشند. ما آزادی اندیشه و بیان خواسته ایم و بر ضد سانسور شوریده ایم، زیرا اعتقاد داریم که در پرتو آزادی اندیشه و بیان است که هنرمند می تواند با اشعار، داستانها و مقاله های خود تجاوزگران به مال، ناموس و اندیشه مردم را رسوا کند و نگذارد سفره ها خالی، انسان ها بیکار، زندگی جوان ها به ابتذال و پوچی کشیده شود و شرافت انسانی مورد توهین قرار گیرد. این هاست خواسته های ما و این دو رفیق عزیز ما که در برابر شما مظلومانه به خاک خفتند، جان شریف و خود را در راه چنین آرمان های انسانی و شرافتمندانه فدا کردند. آنها که هر روز هزاران بار کلماتی چون مظلوم، حق و عدالت و شهید را بر زبان میرانند، بدانند که این عزیزان ما مظلوم بودند و از حق و عدالت دفاع میکردند و سرانجام شهید شدند. اعلام جور. هیچ تردیدی نیست که جعفر پوینده از بعد سیاسی به علت فعالیت قانونی برای تشکیل کانون نویسندگان ایران و از بعد مذهبی به علت داشتن عقیده‌اش کشته شده، عقیده‌ای که بر اساس فتوا حکم قتل صاحب اون از پیش صادر شده، حالان که قانون آن را مجاز شناخته است. و درست همینجاست که میبینیم قاتلان و پوینده نه فقط آزادی خواهانشون
محمد مختاری را خفه کرده اند، بلکه اساساً همانانند که به جلوگیری از حاکمیت قانون و جامعه مدنی مدرن کمر بستند. این جلادان دشکین جعفر پوینده را از آن رو خفه کردند که او بنگ بلند آزادی بی قید و شرط بیان بود. می گفت بدا به حال حکومتی که ملتش با اختناق و سانسور از انحراف و فساد محفوظ بماند. هر گونه محدودیتی که در قانون برای آزادی بیان تعیین شود به وسیله‌ای برای سرکوب اندیشه ها و آثار مخالف بدل می‌گردد و به همین سبب است که آزادی قلم باید از دسترس حکومت بیرون باشد. اگر در قانون به دولت اجازه داده شود که محدودیتی برای آزادی بیان قائل شود، در واقع دولت میتواند هر وقت که لازم دید به بهانه همین محدودیت ها هر گونه منعی را بر بیان اندیشه ها و آثاری که به گمان خودش نامطلوب و زیانبار هستند به صورت قانونی تحمیل کند. بنابراین آزادی اندیشه و بیان و نشر نباید به هیچ وجه محدود، مقید و مشروط شود. فقط کسانی با آزادی بی قید و شرط بیان مخالفند که ریگی به کفش دارند و از آگاه شدن مردم و آشکار شدن همه واقعیات می هراسند. آری دوستان نویسنده، هم از این روست که میگویم و میخواهم که بگویید محمد جعفر پوینده جان باخته راه آزادی است و نه جز آن. جعفر، ما در اینجا ستونی به بلندای قامت استوارت برپا خواهیم کرد، ستون یادبود آزادی. اکنون ای سرپرستان مرتجع و ای تاریک اندیشان آزادی کش که خفاشوار و از اعماق تاریکی های قرون وسطا و دادگاه های تفتیش عقاید سر برآورده ای و به شکار پیام آوران روشنایی مشغولید، پیام شما را بر روی گلوی جعفر دریافت کردم و من زودتر از همه، زیرا با صدای آزادی خواهانه ای که از آن گلو بیرون می آمد آشناتر بودم. پیام شما این است: هر صدای آزادی خواهانه ای را در گلو خفه می کنیم، که البته بیان دیگری از همون تهدید آشکار و عریان است که زبانها را می بریم. بسیار خوب، این گلوی من و آن هم تناب شما، اما بدانید و هیچ شک نکنید که در این صف مرگی که برای شکار آزادی تدارک دیده اید در پشت سرم آزادی خواه دیگری را فراغ دارم که همچون جعفر پوینده با آغوشی باز و قلبی مالامال از عشق و آزادی و رهایی بشر از زنجیر بردگی به استقبال مرگ خواهد شتافت و به تناب سیمی شما پوزخند خواهد زد. راست و پاکش، من به مرگ باشکوه و پرومتوار جعفر حسرت میخورم. افتخار چنین مرگی نصیب هر کس نمی شود. نام مرا در لیست مرگتان بگنجانید تا بیش از این شرمنده سیما و نازنین نباشم. محسن حکیمی. ای وای بر من و ما که حتی در اینجا نیز خود را سانسور کردیم. در این ماهی که هوا این چنین خفقان آلود آلوده است،
و به نظر میرسه که داغ مرگ محمد جعفر پوینده و محمد مختاری هم این هوا رو گرفته. در این ماه این چهارمین شهیدی است که به خاک می‌سپارم و حاضر میشم. نمیدونم تا کی وقت دارم و تا کی توان دارم که به این کار ادامه بدم، اما میدونم که احتمالاً این قصه ادامه پیدا خواهد کرد. من رفیق محمد جعفر پوینده هستم و همکار او بودم. در نیم ساعت قبل از مرگش او رو ملاقات کردم. میخوام در اینجا برای شما خاطره ای رو و احساسی رو که از او دارم و آثاری رو که او ایجاد میکرد چند کلمه دربارش باهاتون صحبت بکنم. محمد جعفر پوینده یکی از بزرگترین و ارزشمندترین محققین توسعه فرهنگی بود. او برای آینده 20 ساله کشور و جامعهش طرح می‌ریخت، مطالعه می‌کرد، شبانه‌روزی. موقعی که به من گفت که یک بار به من گفت که 40 ساعت نخوابیده و در چارچوب کار تحقیقی که ما هم مشخص کرده بودیم کار کرده، من کمی، گرچه هرگز حرف او چیزی نبود که نشه باورش کرد، ولی کمی برام باور نکردنی بود. برای اینکه با اینکه چهره پریده رنگی داشت و تکیده شده بود، اما باور نمی‌کردم 40 ساعت 50 ساعت یک سره بر روی این تحقیق عظیمش کار کرده باشه. بعد که همسرش به من گفت چنین بوده، متوجه شدم. جواد مجابی دوست من پریروز به من گفت فریبرز، نگاه کن چشمای محمد مختاری رو در عکس چه گله ژرفی در چشماش موج میزنه. من امروز به چشمان محمد جعفر پوینده خیره شدم، رفیق عزیزم. دیدم چه گلایه عظیمی به اضافه چه نگرانی ژرفی در چشماش موج میزنه و نگران آن همه آرزوی بالنده و پرنشاطی بود که خودش با تمام نیرو براش مایه میگذاشت و اون برقراری یک جامعه عادل، صلح‌آمیز و سرشار از آزادی بود. اون دلش به خاطر آزادی مرتب، شوق دلش به خاطر آزادی اوریان بود، نشان داد خودشو. من دستخطی و نوشته ای از جعفر دارم که چون جان گرامی میدارمش، برای اینکه آخرین کار تحقیقیش بود که به من تحویل داد نیم ساعت قبل از جدا شدنش از من و در همون فاصله رو بوده و به اون شکل فجیع و نفرت انگیز به وسیله جلادانش به قتل رسید. من تکه هایی از این نوشته رو دیشب که تکلیف شد به من در خدمتتون چند کلمه از این خاطر صحبت بکنم، توسط همسر محترمش این تکه رو پیدا کردم از اون نوشته و براتون میخونم. اون نوشته بود: نقش انسان فقط این نیست که در جهان باشد، بلکه تعهد داشتن نسبت به جهان نیز هست. انسان یگانه، انسان فاعل، کارساز و پویاست. نقطه مقابل او انسان سازش یافته و منفعل است. در واقع سازگاری جلوه ضعیف شده دفاع از خود است. سازش پذیری ویژگی رفتاری قلمروی حیوان است که پیدایش آن در انسان نشانه بیماری ناانسان شدن اوست. انسان در سراسر تاریخ برای چیرگی بر عواملی که او را همساز یا سازگار کند، به رغم تهدیدهای همیشگی نیروهای سرکوب و ستم، برای دست یافتن به انسانیت کامل خود همواره در مبارزه بوده است. ما اگر بر سر مزار محمد مختاری عزممان برای ساختن آینده‌ای سرشار از آزادی و صلح جذب تر شد، این بار عزممان برای ساختن جامعه‌ای سرشار از عدالت و فرهنگ راسختر خواهد شد. من در تمام عمرم قول میدم و بدون اینکه قول بدم اصلا نمیتوانم جز این عمل بکنم، هر وقت با پدیده توسعه فرهنگی روبرو خواهم شد، پدیده محمد جعفر پوینده و نام متبرکش رو که با مفهوم توسعه فرهنگی هم سازگاری داره، پوینده در ذهن خواهم داشت. سرو قلم در دست، پوینده آزادی، برگرد مزار تو هستیم جوینده آزادی. تو مرد قلم بودی، چون شد که چنین رفتی، باشد که پی راهت جوییم ره آزادی. محمد جعفر پوینده، نویسنده، مترجم، جامعه شناس، عضو کانون نویسندگان ایران، آن روز هم همانند روزهای پیش با قلبی آکنده از عشق به حقیقت، عشق به میهن و عشق به آزادی اندیشه و قلم و گفتار، با گام های استوار از من رفتن نمود. پس از خداحافظی با همسر عزیز و تنها دخترش به سوی محل کار خود روان شد تا رسالت خیش را دنبال کند.
ولی هرگز به خانه و کاشانه نزد همسر فرزند دلبندش باز نگشت و گویی با قصد و اراده آهنین قدم در راهی بی انتها گذارده است که هرگز بازگشتی نیست. آری، راه آزادی راهی پر مخاطره و در این حال فریبنده و شورانگیز و زیبنده است که انتهایی ندارد و انسان را مجال بازگشت نیست. پس ای دوستان، غمگین و افسرده ما باشید که روح بزرگ این راد مرد علمدار علم و اندیشه با قلم، یعنی برادر ارجمند و شهیدم محمد جعفر پوینده، خود شاهدی بر ننگ عوامل فریب خورده و فرومایه است. خون پاکش گریبان عوامل خود فروخته ناپاک را خواهد گرفت و آنان را به سزای اعمال نکبتبارشان خواهد رسانید. روحش شاد و راهش هموار باد. ای بلبل عاشق که در خاک سیاه آرمیده ای، دیر نپاید که باغ شود سبز و به در آید گل آزادی. خواهر داغ دیدت صفا، زنده و جاودان باد یاد و نام محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و همه جان باختگان راه قلم و آزادی. هرگز از مرگ نهراسیدم، اگرچه دستانش از ابتذال شکننده تر بود. هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن، یافتن، رانگاه به اختیار برگزیدن و از خیشتن خیش با رویی پیفکندن. اگر مرگ را از این همه ارزشی بیشتر باشد، هاشا هاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشد.